خلایی را که احمد مسعود در میان ایرانیان پر کرد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: خلایی را که احمد مسعود در میان ایرانیان پر کرد. مقاله از محمود دلخواسته برای رادیو زمانه. سونامی حمایت گسترده و روز افزون و خودجوش ایرانیان در تمام سطوح و طبقات اجتماعی ایران از احمد مسعود چگونه توضیح داده می شود؟ حمایت اهل هنر و شعر و قلم و حتی بسیاری که هیچگاه وارد سیاست نشده بودند و این در دریرا در پای هیچ فردی نریخته و در رسای هیچ فردی شعر نگفته و پیام نفرستاده و امضایشان را در زیر نامه های حمایت از کسی نگذاشته بودند، حالا عمه را برای احمد مسعود انجام می دهند. چگونه توضیح داده می شود؟ سوال این است که چگونه این گونه شد و چگونه کوشش مستقیم و غیر مستقیم استبداد حاکم در تحقیر هموطنان افغان من افغانها را از هر منظره چه فرهنگی و چه تاریخی و چه زبان ایرانی می دانم و خطوط جدایی را که انگلستان با آوردن کشتی های جنگی و اعلام جنگ به وطن تحمیل کرده نمیپذیرم که به بخش های از جامعه نیز سرایت کرده بود. دود هوا شد و مردی از میان افغان ها به پهلوان ملی ایرانیان تبدیل شد. سوال این است که چرا هیچگاه چنین حمایت خودجوش و همه جانبه نسبت به هیچ از منتقدان و یا مخالفان استبداد حاکم چه در داخل و چه در خارج از ایران هیچگاه انجام نشده، ولی از این جوان 30 و چند ساله در پنشیر شد و می شود؟ آیا پاسخ را در پر کردن خلایی که در وجدان جامعه ملی ایران وجود دارد و این پهلوان آن را پر کرده است نمی شود جست؟ آیا پاسخ را در عناصر گفتمان اصلاح طلبی که بسیار استعدادها را به فساد کشید و تولیدگر انبوه کتوله های سیاسی چرتک اندازه هزینه فهم و فاقد عرق ملی که جز چانه‌زنی و معامله با استبداد تبهکار که بزرگترهایشان در ایجاد آن دست داشتن و بنابر پویای قدرت به دور انداخته شدن را نمی شود یافت؟ آیا پاسخ را در مشت اصلاح طلبان سابق و حال دخیل به ذریعه کاخ سفید و عربستان و اسرائیل بسته و این گونه به جمع فرقه رجوع و سلطنت طالبان پیوسته و در نوکری و خفت با آنها کورس گذاشته اند و به مظاهره خفت و شرم ملی تبدیل شدن نمی شود یافت؟ آیا پاسخ را در زبانانی که به علت ضعف و ترس
و روانشناسی چرتک انداز فاتق قامت پهلوانی بودن و در نبود و یا سانسور پهلوانان واقعی وطن و پهلوان اعلام جنگ داده بودن و مردم را به خواری و ذلت و سرفرود آوردن بر آستان روزخان و درازگوشی که در پوست شیر فرو رفته بوده می خواندن و اسم آن واقع گرایی و عمل گرایی گذاشته بودن نباید جست. آیا علت را در خواندن مردم به پای صندوق های رای تا به جنایتکاران تاریخی که فرزندان آن را کشتار کرده اند رای دهند و این گونه نه فقط آن را ببخشند که پاداش دهنده و این گونه ضربه شدید به وجدان اخلاقی جامعه وارد کردن نباید جست؟ آیا علت را کوشش برای ایجاد جنایتکاران مانند رف سنجانی با قهرمان صلح نباید جست؟ آیا پراکماتیسم و عملگرایی را وارد گفتمان اصلاح طلبی قلابی ایشان که هیچگاه تعریف نکردن و این گونه نفع اخلاق و نقی حقوق انسان و نفع کرامت و منزلت انسان ایرانی کردن نباید جست؟ آیا و آیا؟ بلی، پاسخ را در همه اینها و بیشتر از اینها می شود جست. وجدان تاریخی جامعه ملی در پس روان و عمق ذهن تاریخی خود می داند که وضعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیک ایران و در مرکز حوادث تاریخی و جهانی واقع شدن وضعیتی را ایجاد کرده است که استمرار تاریخ ایران در خطرناکترین منطقه جهان جز و ظهور و عمل پهلوانان و قهرمانان ممکن نبوده است. پهلوانان و قهرمانانی که نه در میان مردم غافل از توانایی‌های خود که در گلزار و گلستان مردم قهرمان سربر آورده اند و در غیر این صورت تاریخ ایران را مانند بسیار دیگر از ملت‌ها که در تاریخ گم شدن را باید از ضربه های تیشه باستان شناسان جزد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.